حالا که خوندم باید مفصل بخونم. پس وارد میدان شد، شمشیر رو بالا برد، انا علی ابن حسین ابن علی، وای علی اومد. از میان لشکر قهرمانی جدا شد. حالا اینم در نظر داشته باش، همه لشکر سیرابن، علی اکبر تشنه است. همینطوری روی اسب نشسته، اولین کسی که به درک در نبرد خودش واصل کرد همین بود. همچین که جدا شد، مثل تیر از لشکر اومد بیرون، تکانی نخورد. همه فکر کردن علی از تشنگی دیگه قدرت حرکت نداره. خدای رزم و نبرده نبی امیرالمومنین، کسی که تشنه باشه زیاد حرکت انجام نمیده، حرکت های بسیار بسیار مؤثر انجام میده، کوتاه‌ترین حرکت. رسید گرد و خاک از زیر مرکب این نامرد بلند داشت میومد، فقط دهان اسب و کنار کشید، یه حرکت انجام داد، همه دیدن روی زمین افتاد. که نگاه کرد بعدی یه کاری کرد که اسب از روی جنازه ها میپرید، دیگه همه عقب نشستن. حالا که کسی نمیاد جلو، یه سری برم بابامو ببینم. بین دیدار امیرالمومنین و دیدن بابا علی مونده، اگه بابا الاتش و قد قتلنی، مردم از دستش نم. بگذرم تا اینجا. از بس که نیز بر بدنم آمده فرو، سر تا قدم به دشت بلا نینوا شدم. بابا کشید قد روی اسب و نگاه کرد، من پاره پاره از دم شمشیرها شدم. اومد بالا سر علی اکبرش، چه اومدنی. اول رسید بالا سر علی، لشکر کنار رفتن، لشکر کنار رفتن. اصلا رفقا یه حرفی من میزنم، برای حرفم دلیل دارم. جن و کشتن که کاری نداره، وقتی حسین اومد حسین رو هم میتونستن حلقه بزنن و بکشن. انقدر اینا نامرد و بیرحم بودن. مرگ صبر یعنی این، یه هم میتونستن حمله کنن همه رو از دم تیر، یه جنگ خیلی عظیمی میشد. برای چی این کاری کردن؟ فقط برای این که دل اربابو بسوزه. به خدا قسم. چرا دلیل داری؟ من الان یه روایتی برات میخونم. که بعد از شهادت علی اکبر در ناسخ و تواریخ اومده، خیلی جای دیگه هم هست، بهار الانوار. شما فکر میکنی برای چی این کار کردن؟ خب روشنت کنم بدونی چی جوری گریه میکنی. بعد شهادت علی اکبر طفلی از سراپرده بیرون اومد، یه بچه فهمید علی اکبر به شهادت رسیده، دوه طرف میدون. یه بچه خردسال یه جوری داشت طرف علی اکبر می اومد، همه بدنش می لرزید، دوتا گوشواره داشت، دوتا گوشواره دور داشت می اومد طرف علی اکبر.
داشت میومد، هانی ابن قیس بهش حمله کرد، تو راه با شمشیر زدش بچه را از پادر رو. یعنی چی؟ یعنی بعضیا برا تفریح اومدن کرد. گفتم بچه رو چه کار داری؟ با خنده رفت شمشیر زد، بچه روی زمین افتاد. حالا حسین کنار بدن علی اکبر، بایدم بخندن، بایدم هل هل کنن. برخیز، من 3-4 خط بالا نوشتم اومدم. برخیز ای مؤذن جان بخش خیمه ها، 3-4 خط میخونم رد میشم. جانم فدای گفتن الله اکبر، هی دست و پا نزد. چرا؟ هی دست و پا نزد، نزنم بر سرم علی، پا بر زمین نکش، نکشم ناله در برت علی اکبر بابا عزیز دلم. عشق من است جسم تو تکثیر کرده است، یا این که ریخته است به دور پدر پرد. آی بابا خون لخته مانده بین گلویت، نفس بکش. قبض شدی الان گرد با میشه. اومد بالا سر علی اکبرش، دید هر کاری میکنه نفس بالا نمیاد، انگشتای مبارک اون کرد تو دهان علی اکبر. دل بده دل بده دل بده گریه کنی. خون لخته مانده بین گلویت، نفس بکش. یک سرفه کن، یک سرفه کن که باز شود راه حنجر. سادات منو ببخشن این یه خطو، تو بر عباب بخواب و برو، تو بر عباب بخواب و برو، من و عمت می آوریم خیمه بقایای پی. همه تون فریاد بزنید صدای هل هل به حرم نرسه، دارن بر بابتون میخندن. عم زینب تو میدونه، علی اکبرم برخیز و روح به هر مله بدگوهر مده. عمت اومده 50 سال زحمت من را هده. حسین